زنی که فوت کرده بود به مراسم خاکسپاری خودش می آید و کاری انجام می دهد که شما را شوکه خواهد کرد. سلام دوستان. یه مرد از یه حقیقت شوکه کننده با خبر می شه زمانی که می بینه همسرش به مراسم خاکسپاری خودش میاد. به دنبال اون میره تا بفهمه چرا این کارو کرده. گریه نمی کنم. کوین دورو مدام اینو با خودش تکرار می کرد و سعی داشت تا جلوی اشکاشو بگیره. احتمالاً پسرم در حال تماشا کردن منه و باید به خاطر اون قوی باشم. اون نمی خواست گریه کنه، اما اشکاش بدون اجازه سرازیر شدن زمانی که مشاهده کرد همسرشو درون قبر تازه کنده شده قرار میدن. کوین هرگز بوی این خاک تازه کنده شده رو فراموش نمی کرد. همسرش مرسی همون هفته در یه سانحه تصادف از دنیا رفته بود و مراسم خاکسپاری چند روز بعد برگزار شده بود و مدت کافی برای کوین نبود تا اشکاشو خالی کنه. به همین خاطر زمانی که همسرشو درون گور میگذاشتن اشکاش سرازیر شدن. این فاجعه کوین و پسرشون جانو نابود کرده بود، چرا که اونا خیلی زیاد این زنو دوست داشتن. اون روز زمانی که کنار گور ایستاده بودن هر دو به تلخی گریه کردن، هرچند که کوین سعی می کرد گریه نکنه. پدر و پسر هر دو ناآروم بودن و نهایتاً کسانی که برای مراسم اومده بودن یک به یک از اونجا رفتن. کمی بعد کوین پسر 15 سالش رو آماده ی رفتن کرد، اما جان همونجا موند و آماده نبود که خداحافظی کنه. اون همونجا کنار گور موند و تا غروب خورشید خاطراتی که با هم داشتن رو مرور کرد. زمانی که هوا بیش از حد تاریک شده بود چند قدمی برداشت و عزم رفتن کرد که از پشت سر صدای قدم هایی رو شنید. زمانی که به عقب نگاه کرد زنی رو دید که تماماً مشکی پوشیده بود و به طرف مزار همسرش حرکت می کرد. کوین به سمت دیگه حرکت کرد، اما عمدن قدمهاشو آهسته کرد تا بتونه اونو بهتر ببینه. اون قامتی بلند و لاغر داشت و شبیه به همسر خودش بود، حتی راه رفتنشون هم مشابه بود. کوین سعی کرد بدون اینکه به نظر مشکوک برسه به اون نگاهی بندازه، اما به خاطر کلاه بزرگی که زن پوشیده بود موفق نشد. اون با خودش فکر کرد این نمیتونه مرسی باشه، این تنها قوه تخیل منه که داره منو بازی میده. با این حال باز به زن نگاه کرد و دید زمانی که زن به گور نزدیک شد به زانو افتاد و گریه سر داد. کوین با خودش فکر کرد اگه اینقدر براش مهم بوده پس برای چی به خاک سپاری نرسیده. در این لحظه کوین نتیجه گیری کرد که اون احتمالاً دوستیه که خبر دیر به دستش رسیده و دوباره براه افتاد. اون چند قدم دیگه برداشت و دوباره نگاهی به عقب انداخت و میخکوب شد. زن اسرارآمیز کلاهش رو برداشته بود و صورتش آشکار شده بود. اون فقط شبیه به همسرش نبود، بلکه خود همسرش بود. کوین در حالی که قلبش به سینه میکوبید همونجا ایستاد و زن رو تماشا کرد. براش عجیب بود چطور زن صدای قلبش رو نمیشنوه. اون نمیتونست چه کار کنه، برای همین همونجا ایستاد تا زمانی که دقایقی بعد زن آماده ی رفتن شد. به محض اینکه زن دور شد کوین به خودش اومد و تصمیم گرفت از چیزی که دیده مطمئن بشه. بعد از این تصمیم به طرف مسیری که زن از اون رفته بود به راه افتاد و زمانی که به اون رسید دید که زن سوار یه فورد قرمز رنگ میشه و همزمان دید که تکه ای کاغذ از کیف زن به بیرون افتاد. زمانی که زن دور شد کوین به سمتی که ماشین پارک شده بود رفت و متوجه شد کاغذ رسید فروشگاهی در 75 مایلی گورستانه. کوین تصمیم گرفت تا اونو دنبال کنه. به همین دلیل سوار ماشین شد و به سمت شهر کوچکی که فروشگاه در اون بود رفت. اونجا شهر کوچکی در تگزاس بود، به همین خاطر خیلی زود فروشگاهو پیدا کرد. زمانی که وارد فروشگاه شد به سمت فروشنده رفت و به اون تصویری از همسر مرحومش رو نشون داد و پرسید این خانوما دیدید؟ صندوقدار پاسخ داد اون مریه،
اون چند روز پیش اینجا اومد. آیا مشکلی پیش اومده؟ کوین پاسخ داد: نه به هیچ وجه، من فقط میخوام با اون صحبت کنم. میدونی در حال حاضر کجا زندگی میکنه؟ بله میدونم، اینجا شهر کوچیکیه و همه همدیگر رو میشناسن. شنیدم در مسافرخونه ی ریزی یه اتاق گرفته، میتونید با تاکسی به اونجا برید. ممنونم خانم. صندوقدار پاسخ داد: نام من جیله. کوین گفت: از دیدنتون خوشحالم و از کمکتون ممنون. بعد هم از مغازه خارج شد. اون یه تاکسی گرفت تا به مسافرخونه بره و اونجا از ریزی که مسئول پر حرف مسافرخونه بود پرسید همسرش در کدام اتاق اقامت داره. زمانی که در زد پاسخی دریافت نکرد، اما متوجه شد که پرده ها تکون خوردن و یه نفر دزدکی اونو تماشا کرده. اون دوباره در زد و بعد از مدتی خانم درون گورستان خودش رو در آغوش اون انداخت. اون با گریه گفت: من خیلی متاسفم. کوین مات و مبهوت شده بود. باورش نمی شد که همسرش واقعا زنده باشه. اما اون صورتش رو لمس کرد و همسرش واقعا روبروی اون بود. التماس می کرد تا شوهرش اونو ببخشه. اما برای چی؟ اون برای چی باید عصبانی باشه وقتی که همسرش زنده است؟ بعد متوجه شد که این یعنی همسرش مرگ خودش رو جعل کرده. اما چطور؟ برای چی این کارو با من کردی؟ با پسرمون، با خانوادمون؟ اون در حالی که عصبانیتش با هر کلمه چندین برابر می شد این سوالاتو می پرسید. مرسی پاسخ داد: عزیزم، تقصیر من نبود. نباید کاری که کردم و انجام می دادم. کوین در حالی که اونو از خودش دور می کرد و آغوش و پایان می داد از اون پرسید: منظور چیه؟ همه چیزو توضیح بده همین الان. همه چیز از چند ماه پیش شروع شد، زمانی که من به زنی برخوردم که دقیقاً شبیه من بود. اون حتی نشان مادرزادی تاج مانندی که من روی شکمم دارم و هم داشت. کوین پرسید: مگه اون نشونه ها منحصر به فرد نیستن؟ مرسی گفت: تو باید بیای داخل. این دستلت داستان کوتاهی نیست. ساعتها زمان برد، اما در انتهای مکالمشون کوین متوجه شد که چه چیزی باعث شده اون مرگ خودش رو جعل کنه. ما با هم جور شدیم چرا که شباهتمون بسیار زیاد بود و بعد از اون چند بار با هم ملاقات کردیم تا در مورد شباهتامون با هم صحبت کنیم. یه بار اون توضیح داد که زندگی چقدر براش سخت بوده، چرا که در کودکی رها شده. کوین پرسید: این اتفاق چطور افتاد؟ مرسی پاسخ داد: فکر میکنم مادرم نمیتونسته دو کودک رو همزمان بزرگ کنه. کوین گفت: این واقعا ناراحت کننده است. منم دقیقا همین فکر رو میکردم. به همین دلیل سعی کردم به اون پول بدم و براش هر دفعه ای که میدیدم هدیه ای بخرم تا ازش حمایت کرده باشم. و تو همه اینا رو یه راز نگه داشتی؟ من معذرت میخوام. من اینا رو به تو نگفتم چون میخواستم اول مطمئن بشم. کوین پاسخ داد: این بهونه یه خیلی احمقانه یه، ولی داستان تو ادامه بده. بعد از اینکه موافقت نکردم میزان پولی که معمولاً به اون میدادم و افزایش بدم، اون شروع به تهدید کردن من کرد. تهدید؟ بله، اون مایل بود که زندگی لوکسی داشته باشه ولی به خرج من. اون معتقد بود اگه رها نشده بود الان زندگی خیلی بهتری داشت. من سعی کردم از اون خودداری کنم، اما بعد تهدیدها جدی‌تر شدن. من نمیتونستم اونو راضی کنم. اون خونه کوچیکی که براش فراهم کردم و نمیخواست و پولی که به اون میدادم دیگه براش کافی نبود. ما یه بار توی ماشین بودیم و بحث بینمون بالا گرفت که اون تهدید کرد بچه‌مون رو گروگان میگیره. این منو عصبانی کرد و باعث شد حرفای ناراحت کننده ای بزنم که اون عصبانی تر شد و ما شروع به دعوا کردیم. من چند لحظه حواسم از جاده پرت شد و ما به یه چاله برخوردیم و من از هوش رفتم. زمانی که به هوش اومدم اون مرده بود. من میترسیدم به زندان بیفتم، برای همین فرار کردم و به طور ناشناس پلیس رو باخبر کردم. کوین با ناراحتی گفت: تقصیر تو نبوده مرسی، میتونستی به من بگی، من از تو حمایت میکردم.
متاسفم عزیزم، من اشتباهاتی کردم و باعث ناراحتی تو و جان شدم. بعد هر دو با هم به خونه رفتن و بعد از صحبتهای بیشتر کوین مرسی رو تا اداره پلیس همراهی کرد تا اون به همه چیز اعتراف کنه. قاضی در دادگاه بعد از اینکه مشخص شد خواهرش از اون اخاذی می کرده و اونو تهدید کرده بوده، از تمامی اتهامات تبرئه شد. مرسی خواهرش رو در قلبش زنده نگه داشت و با وجود اتفاقاتی که بینشون افتاده بود دائما با گل بر سر مزارش می رفت. زمانی که از کنار مزارش می گذشت زیر لب زمزمه کرد: در آرامش به خواب گریز. خب دوستان، این بود داستان امروز ما. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.